به نام خدا، سلام. تو این قسمت با همدیگه میخوایم راجع به یه مبحث خیلی مهم صحبت کنیم به نام گراف وب، که حالا بهش میگن وب گراف، یا فارسی بهش بگیم گراف وب. خب گراف وب توی خزشگر یه مؤلفه بسیار بسیار مهمه. و این اصلا از کجا میاد؟ این داستان گراف وب از ذات، در واقع ساختار ذاتی وب میاد، که وب یه ساختار ذاتی گراف گونه داره، به این صورت که ما میتونیم بگیم هر URL یا هر صفحه، بگیم نگیم URL، هر صفحه یه سری لینک داره توش که به صفحات دیگه ای وصله، و بدیهیه که از صفحات دیگر ممکنه به این صفحه یه سری لینک باشه. مثلا ممکنه از همین هم به این صفحه لینک باشه. اگر نگاه کنید، صفحات و لینک های بین صفحات یک ساختار گرافی رو دارن تشکیل میدن، که یک اگه بخوایم گرافی از نظر نظریه گراف بهش نگاه کنیم، یک گراف گن زدیم یک گراف ساده جهتدار رو در واقع تشکیل میده در سطح صفحات. یعنی حالا مالتی گراف نیست، چون چند دیال بین صفحه معمولا ما فرض نمی کنیم که وجود داره. البته ممکنه بین دو تا صفحه دو تا لینک مختلف باشه که بازم به یه صفحه میده، ولی به صورت ساده میتونیم بگیم یه گراف ساده است و جهت داره. حالا این ساختار رو به صورت گراف و گرافی نگه داشتن به ما یه سری فسیلیتی هایی میده که بعدا توی رتبه بندی و خیلی قسمت های دیگه میشه ازش استفاده کرد. اما اینجا بحث ما خزشه. خب در واقع اون خزشگر ما داره روی این گراف یه جورایی خزش میکنه، روی این وب اسپایدر دیگه، یه عنکبوته که انگار داره روی این در واقع تارنما اصطلاحا راه میره و میخزه برای خودش. حالا این در سطح پیج بود. در یه سطح اگر بالاتر بیایم، ما در سطح هاست هم میتونیم یک گراف داشته باشیم. یعنی اگر اینها رو پیج های یک هاست در نظر بگیریم، مثلا این باشه هاست A و این باشه هاست B، در سطح این هاست ها هم وقتی مثلا این صفحه به این صفحه یک یال داره، میتونیم بگیم از هاست A به هاست B هم ما یک یال داریم. حالا داستان هاست چیه؟ ببینید، وقتی ما یک صفحه ای داریم، مثلا چه میدونم، مثلا فرض کنید یه همچین لینک رو در نظر بگیرید، این همچین URL ece.ut.ac.ir مثلا /index.html. خب این قسمت که قسمت در واقع هاست رو داره تشکیل میده، با ما به این قسمت میگیم هاست اصطلاحا، و به این قسمت میگیم دامین. رو تلفظ درست بگم دومین باشه، حتی انگلیسی میشه هاست و اینم میشه دومین. حالا فارسی شو بگیم هاست و دامین، فارسی شده شو بگیم. پس ببینید، این کل این قسمت میشه در واقع هاست و اون دامنه اصلی میشه دومین. پس بین هوستا و حتی بین دومین ها هم میتونیم در واقع یه ساختار گرافی متصور باشیم. یعنی میتونیم اینجوری فرض کنیم که این یک هوست با یه سری صفحه توش، و این هم یه هوست دیگه است با یک سری صفحه توش، و این دوتا هوست مثلا توی دامنه قرار دارن، که مثلا این دومینه اینجا مثلا ut.ac.ir، مثلا این هسته باشه ece.ac.ir، و مثلا چه می‌دونم این هم باشه مثلا lib.ac، ببخشید ece.ut. و این هم مثلا باشه lib.ut.ac.ir. پس ببینید، بین این دامن ها بازم میتونیم یه سری لینک داشته باشیم. گراف در واقع وب گراف ما در سه سطح میتونیم تصور کنیم،
سطح صفحات که تو اون کلیدها URL ها هستن، سطح هوست که در واقع توی اون هوست ها به هم دارن لینک دارن، و سطح دومین یا دامنه که دامنه ها به هم دارن لینک برقرار در واقع تبادل میکنن، که در سطح هوست و دامنه دیگه این گراف گراف ساده نیست، گراف چندگانه میشه، چون به احتمال بسیار زیاد بین دو دامنه ممکنه تعداد زیادی لینک و وصل های مختلفی وجود داشته باشه. و این نکته رو بهتون بگم که حتی ممکنه این در واقع لینک ها رو ما وزندار هم در نظر بگیریم، که حالا فعلا وارد داستانش نمیشه. حالا این گراف وب رو من چجوری میتونم ذخیره بکنم و اصلا چجوری باید ذخیرش بکنم؟ خب این یه گرافیه که اگه در حد صفحات و یو آر ال بگیریم، خب کلید صفحه میشه یو آر ال، یا اگه یه هش درست و خوبی داشته باشیم میتونه همون هش یو آر ال هم به صورت کلید گرفته باشه، به شرطی که یکتا باشه برای ما، و یه سری لینک ورودی و خروجی داره. ما قبلا اگه یادتون باشه گفتیم که تو هر کرالری من یک جدول یو آر ال دارم، یا یک میشه گفت یه پیج تیبل دارم، که توی این یو آر ال تیبل گفتم که یادداشت میکنیم که یک یو آر ال یه سری اطلاعات جلوش، کی گرفته شده، آخرین باری که گرفته شده، دامنش چیه، هستش چیه، نتیجه خزشش چی بوده و خیلی چیزهای دیگه. خب ما این اگر این رو داشته باشیم، با کمک همین URL تیبله میتونیم گرافمون رو هم نگه داریم. به چه صورت؟ به این صورت که جلوی هر URL بیایم در واقع آوتلینک هاش رو هم نگه داریم. آوتلینک ها یعنی چی؟ یعنی بگیم این صفحه یا این یو آر ال، این صفحه با این یو آر ال به چه صفحات دیگه ای لینک داده، و در واقع لینک های خروجی رو جلوش یادداشت کنیم. پس ببینید، ما اگر فقط لینک های خروجی رو جلوی اون جدول یا جدول یو آر ال مون یادداشت کنیم، یه جوری وب گراف رو تونستیم ذخیره کنیم. اما یه مشکل داره. اگر وب گراف رو بخوایم اینجوری ذخیره کنیم، معمولا اون یو آر ال تیبلمون حجم بسیار زیادیش میشه همین اوت لینک هایی که ما داریم، چون یه صفحه به صورت متوسط معمولا ممکنه در حد چند صد تا اوت لینک داشته باشه، در صورتی که متا دیتا هایی که برای هر یو آر ال نگه داریم شاید در حد کیلوبایت هم نشه. بنابراین معمولا پیشنهاد میشه که وب گراف رو به صورت یک ساختار مستقل از جدول یو آر ال نگه داریم، با همین روشی که دیدید. یعنی یه جدول بگیریم، چون از حالت ماتریس که نمیتونیم استفاده کنیم، از لیست مجرباتی داریم استفاده میکنیم، که توی اون داشته باشیم URL، توی URLی که داریم، و بعد لینک هاش به ترتیب جلوش باشه، مثلا بشه لینک 1، لینک 2، لینک 3 و اصلا نقطه. حالا اینکه اینو بیام چجوری نگه دارم، روش های مختلف داره. ممکنه بیام از دیتابیس های رابطه ای استفاده کنم، ممکنه بیام از ساختارهایی که برای نگهداری وب گراف تهیه شده حتی استفاده کنم، که به صورت فایل فرمت هستن، یا ممکنه از نو اس کیو استفاده کنم. پس ببین، من چند تا روش دارم برای نگهداری وب گراف. یک، استفاده از ساختارهای فایلی. خب ساختارهای فایلی، یکی از معروفترین ساختارهای فایلی، اصلا یه چیزی از به نام وب گراف یوتیلیتی که مال چیز هست، مال دانشگاه ایتالیایی هست، دقیقا اینه که به شما اجازه میده یه وب گراف رو در یک ساختار بسیار بسیار فشرده نگه دارید. خیلی کار باحالی کردن این آقای ایتالیایی، اسمش یادم نمیاد، ولی کارش خیلی باحال و خفنه. و من یادمه که به ازای هر یال در حد بیت مثلا نگه میداره، انقدر فشرده است. یعنی شما فرض کنید که یه یال رو میخواید نگه دارید، دیگه ته تهش بخواید یه دونه بولین هم براش نگه دارید خیلی چیزه، ولی این انگار به ازای هر یال داره یه بیت، در واقع حد یه بیت، نه یه بایت، یه بیت داره هدر میده. حالا میتونید ببینید این رو، ولی مشکلاتی داره این، یعنی مزایا و معایبی داره. اولا خیلی فشرده است، ثانیاً بهینه است، اینا مزایاشه برای این کار، برای نگهداری، ولی از طرف دیگه غیر قابل تغییره.
یعنی رید اونلیه، شما یه بار تو این ساختار که ریختید دیگه نمیتونید دستکاری کنید چون فشرده شده و ادیت کردنش به شدت پرهزینه است. بنابراین اگر از ساختارهای فایلی میخواید برای نگهداری وبگراف استفاده کنید، یه وبگراف ایمیوتبل دارید که بیشتر به درد ریسرچ و تحقیقات میخوره، به درد یک خزشگر نمیخوره، چون خزشگر هی میخواد این گراف وب رو آپدیت کنه. اولا لینک های جدیدی کش میکنه، ثانیا لینک های قبلی یا صفحات قبلی رو ممکنه مجددا بره بگیره. پس ساختار فایلی برای یه خزشگر خیلی مناسب نیست. دومین گزینه استفاده از دیتابیس های رابطه ای، پایگاه داده ای رابطه ای. خب این نسبت به ساختار در واقع فایلی فشردگیش خیلی کمتره، بهینگیش خیلی کمتره، ولی قابل تغییره و یه خوبی که داره اینه که رایجه، یعنی ابزار رایجه و شما خیلیاتون بلدید باهاش کار کنید و واقعا مشکلاتتون رو میتونید باهاش حل کنید. اما یه ویژگی خوب دیگه، یه مشکلی که داره اینه که مقیاس پذیر نیست. ببینید گراف وب شما اگر تو حالت یک سرچ انجین فول فلج ببینید شاید صدها میلیارد ردیف داشته باشه و نگهداری صدها میلیارد ردیف در یک پایگاه داده رابطه ای سنتی که به صورت سنترالایز روی ماشین نصب میشه اصلا کار عاقلانه و کار مقدور و بهینه ای نیست. بنابراین روش خیلی جالبی به نظر نمیاد. اما سومین روش استفاده از پایگاه داده های نو اس کیو ال. خب توی زمینه پایگاه داده های نو اس کیو ال ما دستمون خیلی بازه. اولا یه سری پایگاه داده های خاص منظوره ای هستن که اصلا مخصوص نگهداری گرافن. معروف ترین مثالشون نئوفورجی هست که خیلی معروفه. حالا پایگاه داده های دیگه هم هستن برای نگهداری گراف مثل تانوس و چیزهای دیگه، ولی خیلی خیلی معروف نئوفورجی. از طرف دیگه یه سری دیتابیس های غیر رابطه ای یا بگیم نو اس کیو ال دیگه هم هستن که گراف دیتابیس نیستن ولی برای این کار فسیلیتی خوبی برای شما تامین میکنن، مثل دیتابیس های مثل اچ بیس و کساندرا. یعنی شما تو دیتابیس های مثل اچ بیس و کساندرا دقیقا همین ساختاری که دیدید رو میتونید نگهداری کنید و چون اچ بیس و کساندرا دیتابیس های نو اس کیو ال هستن و اسکیلبل هستن روی صدها هزاران و حتی 10,000 ماشین شما میتونید نصبشون کنید، بنابراین این گراف وب بسیار بزرگ چند صد هزار میلیارد ردیفی رو خیلی راحت تر از پایگاه داده رابطه ای ساده مثلا مثل MySQL یا PG یا مثلا اوراکل میشه توش هندل کرد. و اغلب خزشگرهای مدرن از این دیتابیس ها برای نگهداری استفاده میکنن. ممکن بگید چرا از نوفورجی و مثلا اینا استفاده نمیکنن؟ چون Neo4j به صورت ذاتی توزیع پذیر نیست و فقط روی یه ماشین کار میکنه و نسخه توزیع پذیرش بکنن پودی هستن، ولی خب دیتابیس هایی مثل اچ‌بیس و کساندرا و حالا چیزهای دیگه زیادی وجود داره، برید بخونید، واقعا خیلی زیاد دیتابیس الان داریم، همش هم تقلیدی هن از بیگ تیبل گوگل که حالا بعدا با هم نسبت بهش آشنا میشیم. پس خیلی به خاطر رایگان بودن، مقیاس پذیر بودن و کارا بودن از این دیتابیس استفاده میکنم برای نگهداری گراف وب که به نظر منم شاید یکی از راههای خیلی مناسب استفاده از همینا باشه. فکر کنم خیلی ما صحبت کردیم، اگه بتونم چیزو پیدا کنم بذارید ببینیم چه خبره. یه روبی شده، حالا خیلی هم صحبت نکردیم، خب یه روب هم زیاده. خب این یه در واقع معرفی خیلی کلی از گراف وب و روش های ذخیره سازیش بود که اگه بخوایم یه جنبندی خلاصه ازش بکنیم، گفتیم ساختار وب ذاتاً ساختار گرافی داره، این ساختار در سه سطح قابل تعریفه، در سطح صفحات، هست و دومین که حالا همه رو خدمتتون توضیح دادم و گفتم که نگهداری یک گراف وب یک گرافیه با چند صد میلیارد نود
و شاید چند ده هزار لینک، خیلی کار پیچیده روی ماشین خب به صورت معقول قابل نگهداری نیست. بدیهی شما از روش ماتریس مجاورتی برای نگهداری نمیتونید استفاده کنید، باید از روش لیست مجاورتی استفاده کنید. گفتم توی سه دسته میشه خلاصشون که ساختارهای گرافی، پایگاه‌های رابطه‌ای و دیتابیس‌های NoSQL که روش رایج برای نگهداری ساختار گرافی وب معمولا استفاده از دیتابیس های NoSQL مثلا مثل HBase، کسنرا یا دیتابیس های گرافی توزیع شده که معمولا روی اینها میان پیاده میشن، مثل تانوس و اینا میتونید از اون استفاده کنید. و من قبل از اینکه ویدیو رو تمام کنم اجازه بدید که یک سایتی رو بهتون معرفی کنم و اونم سایت کامن کرال هست. سایت کامن کرال یک در واقع مخزن منبع باز و آزاد هست از داده های خزش شده وب که شما میتونید بهش دسترسی داشته باشید. مثلا روی همین دیتا اگر بزنید میبینید که اینجا داده از سال 2008 دارن که حالا قابل دسترسی نیست، ولی از 2013 به این ور قرار دادن. فرمتاشون هم ورک هست، حالا مخفف وب ارکایف هست، حالا میتونید بخونید اگه خواستید دانلود کنید و مثلا نکنید تا همین اواخر هم مثلا تا ژانویه 2022 هم حتی وجود داره و شما اگر خواستید برید دانلود کنید مثلا لیستشو اینجا ببینید، مثلا وب آرکایو فایل ها برای قسمت های مختلف مثلا گفته 73 ترابایت فقط فشرده شده است. فشرده شده 73 ترابایت رو بخواید بگیرید چقدر زیاده. حالا اینکه بالغ بر چقدر صفحه است رو فکر کنم نوشته، آره نوشته چه سود 3 میلیارد صفحه وب داره، 320 ترابایت غیر فشرده است و چیز بوده 73 ترابایت فشرده. حالا در حد اونایی که 200 نبودن هم اینجا داره، اون مثلا یو آر ال ها رو هم داره که 220 گیگ حدودن و میتونید دانلود کنید و به صورت کاملا رایگان ازش استفاده کنید. شما بدون اینکه کرالر بنویسید میتونید گراف وب از اینا استخراج بکنید و ازش واقعا استفاده کنید. توی همین سایت وب گرافی هم که بهتون معرفی کردم هم یه سری دیتا ست وجود داره که اگه خواستید بگیرید و روش کار کنید هم میتونید استفاده کنید. حالا باید برید ببینید دیگه، مثلا من رو دیتا ست بزنم برای دانلودش اینجا مثلا هست ین رو آین رو نمیدونم ایو حالا قدیمی و جدید هم هست، جدید تراش هم میتونید پیدا کنید ولی معمولا دیتا ست های قدیمی اینجا وجود داره. مثلا ENVK 2020 رو مثلا اومده گرافش رو در ورده گذاشته گفته مثلا 6 میلیون نود داره، 142 میلیون لبه. این یکی هم هستن مثلا EU 2015 1 میلیارد نود داره، 91 میلیارد H داره یا آرک داره و خیلی جالبه ببینید مثلا به ازای هر لینک کمتر از یه بیت در واقع داد یه بیت برای ذخیره‌سازی استفاده کنید، به یه بیت هم نمیرسه. خیلی مهم با این حرف، حالا خودتون بخواید یه بار پیاده کنید یه وب گراف رو، ساختار گراف برای نگهداری وب حتی رو دیسک رو میفهمید که یه کمتر از یه بیت هزینه کردن برای هر آرک خیلی مردونگیه، یعنی خیلی خفن کار کرده طرف. خب دیگه به نظرم نکات پایه‌ای رو من بهتون گفتم، ولی خب وب گراف خیلی بیشتر از یه رو 20 دقیقه و یه جلسه دو جلسه میشه راجبش صحبت کرد، کلی کار میشه روش کرد، کلی تحقیق میشه راجبش انجام داد که مثلا توی همین یادم آره توی اینجا مثلا اگزمپل پروژه ها رو نگاه کنید، پروژه های در واقع حالا میشه گفت نمونه، ببینید چقدر اینجا پیپر روش وجود داره از سال 2021 حتی و واقعا تحقیقیه که تموم نمیشه و تمام پذیر هم نیست، یعنی اتمام پذیر هم نیست یا بگیم پایان پذیر نیست. بحث خیلی داغی نیست ولی بحث جالبیه. حالا اگر خواستید به عنوان یک کامپلکس گراف که خودش هم فکر کنم از نوع بارباباسی همچین چیز باید باشه، یادم نمیاد، اگر یادم بیاد بارباباسی فکر کنم بود، یعنی از یه مدل خاص پاورلا تبعیت میکنه که آره
بارباباسی آلبرت مادل معمولا اردوش رنی نیست، یه روش خیلی سنتیه که حالا یک نواختره. بارباباسی آلبرت یه روشیه که برای یک نوع روش جنریشن گراف یا یک بگیم یک توزیع درجاتش از نوع نماییه که حالا اگه خواستید میگم میتونید خیلی بیشتر به راجبش بخونید. من خودم هم تو این زمینه شاید خیلی متخصص نباشم و دانش خیلی پیچیده ای نداشته باشم. خب به نظرم دیگه اون چیزایی که من باید میگفتم خدمتتون رو گفتم، سرنخاش دستتون هست دیگه، اگه خودتون خواستید میتونید خیلی راجع به وب گراف برید و بیشتر کار کنید و بیشتر بخونید. من فعلا باهاتون خدافظی میکنم تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.